امشب در 24 بیانیه رئیس جمهوری آمریکا و سخنرانی وزیر خارجه این کشور به مناسبت یک سالگی کشته شدن مهسا امینی، جو بایدن گفته متعهدانه در کنار مردم ایران میسته و از ابزارهای مختلف برای حمایت استفاده میکنه. فراخوان‌های اعتراض در شهرهای مختلف جهان برای شنبه 25 شهریور سالگرد کشته شدن مهسا امینی. همزمان با فضای امنیتی سنگین در شهرهای مختلف ایران، نافرمانی مدنی بسیاری از زنان و دختران در حضور ماموران. از واشنگتن دی سی، این 24 است با فرداد فرخزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که به مناسبت سالگرد درگذشت مهسا امینی و سرکوب معترضان در ایران منتشر کرده گفته داستان مهسا با مرگ بی‌رحمانه او تمام نشده و او الهام بخش افرادی در ایران و سراسر جهان بود که مدافع برابری جنسیتی و احترام به حقوق بشرند. جو بایدن در این بیانیه گفته ایرانیان به تنهایی سرنوشت کشورشون رو تعیین می‌کنند، اما آمریکا در پاسخ به درخواست مردم ایران و به خاطر تعهد به ایستادن در کنار اونها کارزار دیپلماتیکی رو سازماندهی کرد که منجر به حذف دولت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل و ایجاد کمیته حقیقت‌یاب این سازمان برای بررسی نقض حقوق بشر توسط اونها شد. همزمان وزارت خزانه داری آمریکا در دور تازه‌ای از تحریم‌ها، مقامات و نهادهای دخیل در سرکوب اعتراضات 29 مقام نیروی انتظامی و خبرگزاری‌های فارس و تسنیم رو تحریم کرده. در همین حال جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای نوشته مرگ مهسا امینی جنبش سراسری زنان و مردانی رو برانگیخت که خواهان احترام، حمایت و تحقق حقوق بشر جهانی و آزادی‌های اساسی بودند. مهدی عربشاهی تحلیلگر سیاسی اینجا در استودیو با ماست. آقای عربشاهی، خیلی‌ها نقد می‌کنن بر دولت آمریکا که شاید آنطور که باید و شاید حمایت نکرده از معترضان در این سالها، اما آقای بایدن در این بیانیه‌اش گفته که اقداماتی انجام دادن از جمله تلاش برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن که موفق هم بودن و اقدامات دیپلماتیک دیگر. چقدر فکر میکنید که الان در موقعیت دشواری دولت آمریکا قرار گرفته با توجه به اینکه از یک طرف داره چانه زنی میکنن با ایران سر تبادل زندانیان و موضوعات دیگر، از طرف دیگه سالگرد مرگ مهسا امینی هست و بسیاری از چشم‌ها به رویکرد واشنگتن؟ بله، درود به شما و همه بینندگان. ببینید، واقعیت این هستش که دولت‌ها به هر حال در نهایت در مقابل مردم خودشون متحد هستن و در مقابل منافع ملی خودشون. من به عنوان مثلا یک ایرانی و شاید خیلی از ما امید دوست داشته باشیم که کشورهای دیگه، دولت‌های دیگه تمرکزشون رو مسئله حقوق بشر و نقض حقوق افراد در ایران باشه، ولی واقعیت اینه که اونها به هر حال مسائل خودشون رو دارن. در کنارش ممکنه حالا یه مقداری هم کشورهای اروپایی، غربی، آمریکا نگاهی به حقوق بشر داشته باشن. مسئله اصلی برای اونا، برای مشخص مسئله هسته‌ای هست. اونا میخوان در واقع بحران هسته‌ای رو به نوعی کنترل بکنن که تبدیل به سلاح هسته‌ای در دست جمهوری اسلامی نشه. در سال گذشته برای انتظاری که شاید مردم ایران داشتن، معترضین در ایران داشتن، این بوده که آمریکا حمایت بیشتر و پررنگتری بکنه. البته واقعیت این هستش که در حدی که حالا اون ابزارهای رسانه‌ای و دیپلماتیک در اختیارشون بوده تا حدی همراهی کردن، ولی برام میگم انتظار مردم یه چیزی هست، اما اون چیزی که مردم خود آمریکا، ملت آمریکا انتظار دارن، منافع پیگیری منافع آمریکا هستش که گاهی اوقات همین تضاد ایجاد میشه. یعنی اونها بالاخره برای بس کنترل بحث هسته‌ای مجبورن با جمهوری اسلامی رایزنی بکنن. تو اون رایزنی به هر دبستان ها بکنن، این اتفاق خواهد افتاد. حالا وظیفه ای که مثلا ایرانی ها ممکن داشته باشن، اپوزیسیون ایرانی داشته باشه، اینه که سعی کنه فشار بیاره برای اینکه آمریکا در واقع مسئله حقوق بشر رو هم در ایران جدی بگیره، حالا همه کشورها از جمله آمریکا. ولی در نهایت میگم تصمیم اونا برای اون اساس هستش و فکر میکنم اینم باید در نظر بگیریم که در نهایت اتفاق اصلی رو مردم رقم خواهند زد. یعنی نباید خیلی امیدوار شد وقتی کشورهای دیگه میان سعی میکنن حمایتی انجام بدن، نباید ناامید شد از حمایت نکردن اونها یا حمایت کمرنگ اونها. ولی حمایتشون تاثیر مهمی طبیعتاً داره دیگه. اجازه بدید دامون گلریز، پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل، هم از لاهه هلند به ما پیوسته. آقای گلریز، چقدر به نظرتون حائز اهمیت است؟ به خصوص این روزها من از اپوزیسیون مختلفی دارم میشنوم که حمایت خارجی فقط یک چیز شیک اضافه نیست، بسیار مهم هست برای به نتیجه رساندن اقداماتی که در ایران داره صورت میگیره. درود بر شما بینندگان عزیز و مهمان گرامیتون. ببینید، خیلی مهمه حمایت خارجی در این دنیای در هم تنیده، بسیار بسیار مهمه. کشور ما در 200 سال گذشته
همیشه تحت تأثیر اقدامات کشورهای بزرگ قرار گرفته و مسائل داخلیش خیلی تحت شعاع قرار گرفته واقعا. از این جهت آینده و امروز آینده هم همینطور هست و واقعیتی که باهاش مواجه هستیم، واقعیت تلخی که باهاش مواجه هستیم این هست که کمک ها و حمایتی که به خصوص امریکا و همپیمانانش برای مردم ایران در این یک سال گذشته انجام دادن، از تحلیلی میاد که آقای برنز در دسامبر 2022 اگه خاطرتون باشه آذر ماه گذشته مطرح کرد و در اون گفتش که درسته که اعتراضات ما رو شگفت زده کرد، سورپرایز کرد به اصطلاح، و این اعتراضات بسیار گسترده و طولانی بوده، ولی حکومت رو نمیتونه متزلزل کنه اقتدارش رو. و بر مبنای همین اعتراضات اگه خاطرتون باشه آقای باقری مذاکره کننده هسته‌ای حکومت مطرح کرد، اذعان کرد که ما در از اسفند ماه شروع کردیم به گفتگو کردن با غربی‌ها و اعراب برای اینکه بشه به توافقاتی رسید و به این توافقات هم تا حدودی رسیدن. الان جمهوری اسلامی تونسته با آزاد کردن تعدادی گروگان روابطی با عربستان برقرار کرده، به هر حال فشارها رو کمتر کنه، حتی از نظر اقتصادی هم در فضایی که واقعا زیر فشار بوده مقداری پول رو بتونه به دست بیاره. حداقل به زودی این اتفاق خواهد افتاد، قبل از اون هم از طریق عراق این اتفاق افتاد. و همه اینها نشون دهنده اینه که حمایت‌های بین المللی در مسئله حقوق بشر صرفا وسیله و ابزاری بوده برای اینه که بتونه با جمهوری اسلامی به توافقاتی برسن که رسیدن، و این توافقات هم احتمالاً در آینده کم و بیش ادامه پیدا میکنه. آقای بایدن در انتخابات آینده احتیاج به این داره که قیمت نفت رو پایین بیاره، احتیاج به این داره که حکومت بتونه نفت بیشتری بفروشه و از این طریق در عمل به منافع سیاسی خودشون برسن. و دغدغه حقوق بشر بیشتر یک دغدغه تصنعی و تزیینیه تا دغدغه راهبردی و محتوایی. اشاره کردید به حمایت‌های بین‌المللی، اجازه بدید بخشی از صحبت‌های آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا را هم بشنویم که به مناسبت همین سالگرد مرگ مهسا امینی صحبت کرده. As news of her death spread. با پخش خبر مرگ مهسا امینی، یک جنبش سراسری به رهبری زنان و جوانان ایرانی با فراخوان زن زندگی آزادی آغاز شد. در پاسخ دولت ایران به طرز وحشیانه این اعتراضات مسالمت‌آمیز را سرکوب کرد. صدها تظاهر کننده از جمله کودکان را کشت. هزاران نفر دیگر را دستگیر کرد. زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار داد. مرتکب خشونت بر اساس جنسیت شد و محاکمه های ساخت و اعدام های شتاب زده انجام داد. ایالات متحده به همراه سایر کشورهای جهان از مردم ایران در راه رسیدن به عدالت، مسئولیت پذیری و احترام به حقوق انسانی آنها در طی اعتراضات و در طول سال گذشته حمایت کرده. زمانی که رژیم ایران دسترسی به اینترنت را محدود کرد، ما فناوری هایی را در جهت دسترسی مردم به اینترنت ارائه کردیم تا بتوانند اطلاعات را به اشتراک بگذارند و از حق قشان برای آزادی بیان استفاده کنند. ما از طریق سازمان ملل به ایجاد یک هیئت مستقل و حقیقت یاب کمک کردیم. ما همچنین بیش از 70 مقام و سازمان که در سرکوب شرکت داشتند را مورد تحریم قرار داده ایم. امروز ما تحریم های جدیدی را علیه 29 فرد و نهاد دیگر در ارتباط با نقض حقوق بشر رژیم ایران اعلام می کنیم. آمریکا به حمایت از مردم ایران و همه افرادی که از حقوق بشر و آزادی‌های اساسیشان دفاع می‌کنند ادامه می‌دهد. بخشی از صحبت آنتونی بلینکن بود، وزیر خارجه آمریکا. آقای عربشاه، قبول دارید که تا اندازه قابل توجهی کلاً نگاه به غرب، نگاه به کشورهای دیگر برای حمایت در اعتراضات اینچنینی یک تابو هم هست؟ اندازه شاید بخشش به خاطر روابط عمومی جمهوری اسلامی بوده در این سالها، در حالی که خود جمهوری اسلامی از بسیاری از گروه‌های نیابتی در سراسر جهان حمایت می‌کنه، از حزب الله بگیرید در لبنان تا حوثی‌ها بگیرید در یمن. ولی اپوزیسیون ایرانی هم اصلا فارغ از موضوع جمهوری اسلامی به نظر میاد بعضی وقتا یه نگرانی دارن که بیش از اندازه نزدیک بشن به کشور خارجی. البته یه سابقه تاریخی به هر حال وجود داره به این موضوع. یعنی ما وقتی نگاه می‌کنیم از گذشته، یعنی کشور ما در
قبل از این قرن قبلی در واقع در زمان قاجارها که برای محل رفت و آمد روس و انگلیس بوده، به یه نوعی برای یک نوع نگاه منفی به بیگانه ها خارجی ها در واقع در این موضوع بوده. بعدتر میاد تو مسائل سیاسی مختلف مثل 28 مرداد یا سالهای بعدی برای این نگاه بدبینانه تا حدی توی بخشی از جامعه بوده، ولی فکر می‌کنم یه تحولی رخ داده، یه پوست اندازی شده تو نسل جدید، کمتر این نگاه وجود داره. شاید نیروهای سیاسی حالا برای معمولا افراد سن و سالدارتر هستن، قدیمی‌تر هستن، همچنان یه مقداری اون نگاه‌ها رو داشته باشن، ولی نسل جدید به نظر میاد که گرایشش بیشتر به این هستش که ادغام بشه در مسائل جهانی، نگاه مثبت‌تری به غرب داره، به اروپا، به آمریکا داره، و از اون طرف هم برای امید داره که حمایت‌های بیشتری دریافت بکنه. این نگاه که شما میگین در اپوزیسیون شاید در نسل‌های قدیمی‌ترش وجود داشته باشه، یه مقدارم باید در نظر گرفت، برای در این حال که همه ما انتظار داریم که حمایت‌ها از جنبش مردم بیشتر بشه و کمک بکنه. گاهی اوقات خب این حمایت‌ها باید یه شکلی هم نباشه که از اون طرف ابزار دستی بشه که حکومت بخواد در ایران استفاده کنه، افراد رو به عنوان عامل خارجی سرکوب بکنه. خیلی نگاه دارن به اینکه یک سوء استفاده‌ای از این دست بکنن، و در این حال حمایت مرزش با مداخله هم باید مشخص باشه. یعنی این دقت رو به حال نیروهای سیاسی باید داشته باشن، هم برن به سمت اینکه تلاش کنن حمایت اونها رو جلب بکنن برای مردمی که در داخل دارن شجاعانه مبارزه میکنن، هم از اون طرف باید حواس همه باشه که این به شکلی مداخله ای در نیاد یا نیروی سیاسی نرود مثلا بر سر آینده ایران معامله ای انجام بده. بالاخره اینا مسائل واقعی هستش که باید دید، یه راه رفتن روی لبه تیغ هست به یه نوعی، یعنی هم حمایت رو باید طلب کرد و در جهتش تلاش کرد، هم در این حال باید حواس نیروهای مختلف باشه که این تبدیل به مداخله نشه در امور داخلی ایران، به ویژه در آینده ای که ایران در پیش خواهد داشت. آقای گوریز، بالانس بسیار ظریفی است، نه به قول آقای عربشاهی راه رفتن روی تیغ هست به یه شکلی که از یک طرفی حمایت جامعه جهانی رو داشته باشید، ولی اونقدر پیش نرید که دست کم این اتهام مداخله وارد بشه. این بالانس یه مقداری واقعا با امروز متفاوته و نوعی از تراماست برای خیلی از فعالین سیاسی. من فکر نمی کنم که واقعا کسی الان در ایران باشه که تصور بکنه که امریکای امروز با تجربه عراق یا همچنین غرب اصلا تمایلی داره که بخواد فرض بکنید که واقعا تعیین تکلیفی بکنه، چه در ایران چه در خیلی از کشورها. واقعا امریکا به دنبال اینه که از راه دور از طریق پراکسی قدرت نظامی خودش رو اعمال بکنه در خیلی از جاها نسبت به گذشته، چه برسه به اینکه بخواد فرض بکنید مانند دوران مصدق با کودتا و غیره. یعنی میدونید این بهانه ای نباید بشه برای اینکه بشه از این حمایت ها استفاده نکرد. صحبتایی که آقای بلینکن کرد خیلی نکته جالبی داره، مسئله کمک به اینترنت هست. توجه بکنید که نه فقط کمک نکرده امریکا، بلکه طبق گزارشاتی که از ایران میاد همین مسئله اینترنت و وی پی ان ها و غیره اتفاقا به باند مافیا در داخل ایران کمک کرده. سه برابر شدن در عمل درآمد فیلتر شکن هایی که خود جمهوری اسلامی به مردم میفروشه، که حتی از میدونید از شرکت مخابرات هم دریافتی‌هاش بیشتر هست، یا فشاری که روی همین تلویزیون شما اینترنشنال گذاشتن به خاطر مذاکراتی که مطرح بوده برای اینه که این به هر حال نتونن امنیت شما رو در لندن تأمین بکنن از نظر رسانه‌های جمعی، رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی، اینترنت. در کل میشه بگیم که امریکا و همپیمانانش مسئله سپاه در پارلمان اروپا و همین اخیراً هم در انگلستان، بریتانیا، که مشخصاً وزیر امور خارجه‌اش میگه که این به نفع ما نیست، به نفع منافع انگلستان نیست که سپاه رو در لیست تروریستی قرار بدیم، در صورتی که اتفاقاً اینترنشنال به خاطر همین مسئله نتونست ادامه بده کارش رو در لندن. همه اینا نشون دهنده اینه که واقعیت اینه که هم اپوزیسیون هم به اصطلاح دیاسپورا، مهاجران ایرانی کمکاری کردن که مسئله حقوق بشر رو به عنوان مسئله جدی در این مذاکرات بین جمهوری اسلامی و غرب قرار ندن، و هم غرب حقیقتش اینه که نسبت به 70-80 سال پیش حقوق بشر بیشتر برایش یک ابزار برای افکار عمومی داخل خودش و نه ابزاری برای مذاکرات. ببینید ما مثالی رو داریم که در اون در دهه 70 توافقات هلسینکی در دوران جنگ سرد مسئله حقوق بشر
یکی از مسائل جدی بود که اتفاقا تأثیر گذاشت روی شکست شوروی در اون مقطع زمانی. در خصوص جمهوری اسلامی هم همینه. فقط یه پرانتز باز کنم آقای گوریز همینجا، آخه موضوع جمهوری اسلامی برای غرب فقط بحث حقوق بشر نیست، یعنی مداخلات منطقه‌ای و بین‌المللی و برنامه هسته‌ای و میدونم حالا بحث حقوق بشر هم طبیعتاً به خصوص برای ایرانی‌ها خیلی مهمه، ولی دلایل دیگری هم برای غرب وجود داره که در خصومت با جمهوری اسلامی باشه. ببین انستیتوی واشنگتن، در همون واشنگتن که شما هستید، یه تحقیقی انجام داد در ماه ژوئن که در اون مطرح میشه که وقتی که برجام امضا شد، درآمد یا میتونیم بگیم بودجه نظامی حکومت 24% افزایش داشت و با بیرون رفتن ترامپ از برجام این درآمد یا این بودجه 22% کاهش داشته. اتفاقا همین در همین پیپر، در همین مقاله پیشنهاد میشه به امریکا، که به دولت امریکا که حواستون باشه اگر با جمهوری اسلامی توافقاتی بکنید و این 6 میلیارد یا بیشتر از اون هم به توافق برسه، ممکنه که فردا ما این رو در خاورمیانه ببینیم، در صنعت موشکسازی و غیره ببینیم. مشخصه که میدونن چه تأثیری میذاره. مثلا حقوق بشر رها کنید، واقعیتش اینه که امریکا طبق صحبت آقای برنز که عرض کردم در دسامبر، همچنین اسرائیلی ها به شکل دیگری، اروپایی ها به شکل دیگری، با یک جمهوری اسلامی ضعیف خیلی بهتر میتونن کنار بیان تا با یک تغییر رژیم در ایران توسط مردم ایران که میتونه سیلی از پناهنده، میتونه هزار و یک مشکلی رو به وجود بیاره که اروپا واقعا و امریکا همچنین واقعا حوصله و سردرد اون رو نمیخواد داشته باشه و به دنبال اینه که بتونه منافع کوتاه مدت خودش برسه، منافعی که میتونه حتی انتخابات آقای بایدن باشه در ریاست جمهوری سال آینده برای پایین آوردن قیمت بنزین، قیمت نفت و از این جهت توافقاتی که با جمهوری اسلامی کردن. ممنونم از هر دوی شما آقایون، مهدی عربشاهی تحلیلگر مسائل سیاسی اینجا در استودیو با ما و دامون گلریز پژوهشگر مطالعات صلح و امنیت بین الملل از لاهه. بیننده 24 هستید در آستانه سالگرد مرگ مهسا امینی از مقر آمریکای ما اینجا در واشنگتن دی سی. اندیشکده شورای آتلانتیک ساعتی پیش نشستی رو در سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی با حضور معاون وزیر خارجه آمریکا و شماری از تحلیلگران برگزار کرد. آرش علایی از محل برگزاری نشست گزارش میده. روز جمعه کنفرانسی در اندیشکده شورای آتلانتیک در شهر واشنگتن دی سی برگزار شد با مضمون سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی، تظاهراتی که در ایران اتفاق افتاده است، خیزش انقلابی و همچنین راه پیش روی مردم ایران یک سال پس از این قتل حکومتی. یکی از مقامات ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در این پنل حضور داشت، خانم عذرا ضیا که ایشون معاونت امنیت شهروندی این وزارتخانه هستند، بیانیه هم خوندن در حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران و تلاشایی که دولت بایدن کرده است برای اینکه کمک کنه به مردم ایران در طول این خیزش انقلابی. هدف این جلسه این بود که یه نگاهی بندازه به سالی که گذشت و ببینه که چه خبر بوده در ایران، چند نفر کشته شدن، چه نتایجی بوده، چه تفاوتایی هست بین این حرکت زن زندگی آزادی و حرکت‌های قبل از اون و اینکه کم و بیش چه کار میشه کرد، یعنی جامعه بین المللی چه کار میتونه بکنه. و خب به خاطر و خب همونجور که دیدین یکی از معترضایی که چشمش آسیب دیده هم صحبت کرد و یک مسئول بالا رتبه آمریکا هم صحبت کرد و این به هر حال از اینجور پنل‌ها و از اینجور وقایع ما نداشتیم قبلا. اگر که شما که سالها هست اینجا هستیم خیلی پیش نمیاد. الان دو تا پنل پشت سر هم بود، یکی دیروز یکی امروز، و تفاوتشون شد با پنل‌های قبلی اینه که همه راجب پالیسی و راجب کی تو ایران خامنه‌ای یا اصلاح طلبها یا تندروها یا نمیدونم چی، هیچ وقت مردم به اون صورت موضوع صحبت‌ها نیستن. من فکر می‌کنم شاید مهمترین چیزی که الان هست فرقش اینه که این جوانای که اومدن تو خیابون و خودشونو به کشتن دادن ولی یک چیزی رو عوض کردن، یک چیزی رو عمیقا عوض کردن اینجا و اون روایته و اون که کی اهمیت داره میدونین. برای اینکه تا حالا تمام این سالا ما سعی میکردیم به اینا بگیم که بابا مردم اهمیت دارن، یعنی این مردمن که سیاستهای حکومت رو تعیین میکنن، اگر که اینا مخالف نبودن اونا سرکوب نمیکردن، هیچ حکومتی آدمایی که طرفدارشان نمیکشه. بنابراین فکر میکنم که
این جلسه باز دوباره یادآور شد که یه چیزی تغییر کرده و امیدوارم که این تغییر پایدار بمونه، برای اینکه اگر خواست سیاسی بین المللی نباشه اون وقت ما وظیفه ما خیلی سنگین تره که افکار عمومی این جوامع رو بیدار نگه داریم، برای اینکه افکار عمومی هستند که تاثیر میذارن رو سیاست مدارا. بنابراین فکر میکنم که پیشرفت کردیم از سالهای پیش، نمیگم که میارزید به این همه لطمه‌ای که به مردم خورد، ولی یه پیشرفتیه و امیدوارم که بتونیم از این پیشرفت استفاده کنیم. چند تا محور اصلی داشت گفتگوی امروز، یکیش مسئله این بود که امروز بعد از یک سال بعد از قتل حکومتی ژینا امینی ما کجا وایستادیم. عملا ما میبینیم که مقاومت مردم متوقف نشده، هر روز زنها و دخترهای ایران بدون حجاب به خیابونها میرن، در برابر گشت ارشاد مقاومت میکنن، همچنان ما تظاهرات پراکنده رو در شهرهای مختلف کشور شاهدش هستیم، ولی همه اینها با این پس زمینه همراهه که جمهوری اسلامی روز به روز نیروی امنیتی بیشتری رو داره به خیابون‌ها جاری میکنه. امروز که ما داریم صحبت میکنیم عملا در کردستان بدون اعلام رسمی حکومت نظامی اعلام شده، تانک و توپ و نفربر منتقل کردن به مناطق کرد نشین و آماده سرکوب خونین هر گونه اعتراضی توی این منطقه هستن، ولی با وجود تمام این سرکوب، با وجود امنیتی سازی فضای داخل ایران، مردم از پا ننشستن. از نظر من مردم ایران به شیوه‌های مختلف هر روز اعتراض می‌کنند، اما به دلیل عدم توجه کافی رسانه‌های غربی به اون، مردم در غرب فکر می‌کنند اعتراضات تموم شده. بخش از کار ما اینجا در شورای آتلانتیک اینه که به مردم یادآوری کنیم اعتراضات در ایران هنوز ادامه داره. این فقط یک سالگرد نیست. ایرانی‌ها هر روز اعتراض می‌کنند و خواهان رفتن جمهوری اسلامی هستند. اونا حکومت رو نمی‌خوان. این پنل در حالی به پایان رسید که پرسش و پاسخی هم مطرح شد بین حضار و پنلیست ها در مورد تأثیراتی که قشر جوانتر در ایران گذاشتند. بعضی از مردمی که در این جلسه شرکت داشتند میپرسیدن که این جوانانی که در خیزش انقلابی شرکت داشتند چقدر باعث شدن که دنیا نظرش راجع به ایران تغییر بکنه، و بعد هم در نهایت مهمان ها راجب آینده‌ای که در پیش روی مردم ایران هست یک سال پس از این خیزش انقلابی گفتگو کردن. آرش علایی، شورای آتلانتیک. فردا شنبه 25 شهریور با دعوت تشکل‌های مختلف سیاسی قرار بسیاری از ایرانیان در شهرهای مختلف جهان به خیابان بیان تا به ادامه سرکوب مردم از سوی جمهوری اسلامی اعتراض کنند. فراخوان‌هایی برای تجمع در شهرهای مختلف اروپا، استرالیا، آمریکا و کانادا صادر شده و در ایران با همه محدودیت‌های حکومتی معترضان با روش‌های مختلف یکدیگر را برای تجمع علیه حکومت در 25 شهریور دعوت کردند. احزاب کرد هم شهروندان را به یک اعتصاب عمومی در کردستان و سایر شهرها فراخواندند. علی افشاری تحلیلگر امور سیاسی اینجا در استودیو با ماست. به گمانم الان چشمای زیادی چه در بین اپوزیسیون، چه در بین مخالفان در داخل کشور، چه در بین رسانه‌ها، چه در بین کشورهای دیگر به تظاهرات دوخته شده، چه در داخل ایران چه در خارج از ایران، و طبیعی هستش که مقایسه خواهد شد با سال گذشته. چه فکر می‌کنی با توجه به تعداد زیادی از فراخوان‌هایی که داریم می‌بینیم، آیا میتونه از سال گذشته بیشتر بشه؟ خب البته بیش از همه اینها که برشمردید، خود نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و کارگزارانش و شخص خود خامنه‌ای شاید بیش از همه نگران فردا هستند. خب ببینید، معمولا ما اگر بخوام الگوهای گذشته رو ببینیم، سال روز یک جنبشی که به حال به اون هدف اصلی خودش نرسیده، هیچ وقت به اندازه خود اون جنبش درش افراد اون نقطه پیکش البته دارم میگم حضور پیدا نکردن، اما خب ما نمیدونیم، یعنی فردا احتمال ممکنه رخ بده، ولی به نظر من شاغول انتظارات نباید بگذاریم که معادل پارسال به خصوص در خارج کشور یا بیشتر از اون باشن. به نظر من در داخل کشور هر میزانی که بیرون بیان اثرگذاره، چون نشان دهنده این هستش که این جنبش علارغم همه تدابیر سرکوب‌آمیز حکومت، اما اصلا روش‌های مختلفی که با مجازات، محرومیت، زندان، تبعید و غیره سعی کرده این رو بخوابونه بگه تموم شده، این ادامه داره. این شعله اعتراضات خاموش نشده. این مهمترین وجه قضیه، چون به هر حال این حرکت بخواد به غایت خودش برسه که پایان دادن به حیات جمهوری اسلامی، تأسیس یک نظام جدید هست، یک پروسه زمانبریه. این با یک
حرکت به اون نقطه پیک و اوج خودش نمیرسه. به هر حال ما یه روالی هم در ماه‌های گذشته شاهدش بودیم، اما در این فضای به شدت سنگین پلیسی، خب فردا می‌دونید روز تعطیل هم هست، معمولاً روزهای تعطیل دست حکومت بازتره. از مدت‌ها پیش هم حالا پس همیشه با سوء استفاده که مناسبت‌های دینی داره، نیروهای خودش هم بسیج کرده علاوه بر نیروهای امنیتی و انتظامی. و حالا باید یک رویکرد واقع بینانه رو داشت. این تاکید من برای این واقع بینی، هدف اون آرمانه، اون هدف اون بزرگه، اون غایت بزرگه، اما هر مرحله رو باید واقع بینانه با اون دید و رفت جلو. چون اگر صورت بندی ها یا هدف گذاری های مرحله ای غیر واقع بینانه باشه، ایدئالیستی باشه، درسته در شروع میتونه یک تهییج هایی رو در حرف داشته باشه، اما نتیجه عملیش ممکنه در بین اون کنشگران ناامیدی ایجاد بکنه. اما این چیزی که من نظر من مهم هست، شمار شرکت کنندگان فردا مسئله ثانویه. اصل حرکت به خصوص در داخل کشور شکستن این فضای پلیسی، اینکه اراده این مردم برای تغییر متوقف نشده، ادامه داره، و از همه مهمتر مروری داشته باشن بر همه وقایع یک سال گذشته رخ داده، به خصوص در هفته‌های اولیه، از قتل حکومتی مهسا ژینا تا تک تک دختران و پسران، زنان و مردان غیوری که ایستادن، آغوش‌هاشون رو به روی اسلحه گشودن برای اینکه آیندگان زیست انسانی داشته باشن، برای اینکه آزادی باشه، عدالت باشه. و این رو به هر صورت خیلی مهم هستش که ما فردا، اگرچه به هر تشکل‌های سیاسی هم اعلام کردن موضوع سیاسیه، ولی سیاستی که اراده معطوف به خیر عمومی، سیاستی که میخواد آزادی، عدالت، انسانیت رو برای همگان برمغان بیاره. فردا روزی نیستش که جریان‌های سیاسی خاصی بخوان، هر کسی هر جریانی بخواد مصادره کنه اونو برای خودش. باید خیلی عام به قضیه برخورد کرد. اشاره کردید جریان‌های مختلف سیاسی به خصوص در خارج از کشور دعوتنامه‌های مختلفی دادن برای تظاهرات. در مورد داخل خیلی کلی گفتن، در مورد خارج از ایران معمولا وضعیت خیلی روشن است. مثلا در لس آنجلس میگن فرض کنید در کنار ساختمان فدرال، در واشنگتن دی سی مثلا کنار کنگره، یا مثلا در لندن در میدان ترافالگار. ولی به نظر میاد یک ترسی، یک نگرانی، حالا به درست یا به غلط، وجود داره که در مورد داخل کشور هیچ موقع این برنامه‌ریزی وجود نداره. نمیگن که ساعت فلان فلان خیابان. متوجه هستم که نگرانی امنیتی گسترده‌ای وجود داره در مورد حکومت، ولی این بی برنامگی هم در این حال باعث میشه که جمعیتی که بخواد فرض کن صبح در تهران پا شده میخواد بره وارد تظاهرات بشه، ندونه دقیقاً کجا باید بره. چرا به نظرتون این نگرانی وجود داره؟ حتی نیروهای در داخل هم نگرانن که اعلام بکنن چه ساعت و کجا. خب این نگرانی یک منشأ امنیتی داره، و دو، هنوز این حرکت در داخل ایران به اون قدرت نرسیده که بتونه اگر یک جایی رو اعلام بکنه یک جمعیت بزرگی رو جمع بکنه و از تمهیدات امنیتی مختلف نهادهای اطلاعاتی حکومت عبور بکنه. نهادهای انتظامیش اون برای مرحله‌ای هستش که چون حرکت الان یک حرکت انقلابی هست، این متفاوته. مثلا در زمان اصلاحات خود تشکل‌ها شناخته شده بودن، اعلام می‌کردن روزی رو حرکت انقلابی مثلا در مصر هم می‌رفتن در میدان تحریر می‌نشستن. مثلا همین که جغرافیا مهمه، نه 100% مهمه، ولی مصر موقعی رفتن که قدرت سرکوب حکومت شکسته بود. الان جمهوری اسلامی در اون نقطه نیست. قطعا الان به نظر من رویکرد غیر متمرکز شده و تا اطلاع ثانوی کارسازتره. اگر بخوان از قبل برنامه رو، چون نیروی در داخل، نیروی شناخته شده وجود نداره، همه رو میگیرن. الان شما نگاه یه گزارشی هرانا داده بود که در 50 روز گذشته نزدیک به 300 نفر رو بازداشت کردن. هنوز این بازداشت ها ادامه، همین الان من شما دارم صحبت میکنم شاید کسی رو گرفته باشن در همه شهرهای ایران. اما قطعا یه خود جلوتر بیاد منتهای مراتب، اون یک جمعی رو میخواد در داخل کشور. دیگه نمیشه به نام مثلا جوانان محلات یا اسمایی که عامه عام و ناشناخته دارن، اون رو دیگه باید یه گروه شناخته شده بیاد، همونطور که در میدان تحریر مصر این اتفاق افتاد یا در تونس رخ داد. من فکر میکنم که اون اتفاق ما به ها هنوز باهاش فاصله داریم، ولی قطعا در اون روز موعود باید رخ بده. در جای خاصی تظاهرات های خیلی بزرگی باید بشه، یعنی تهران استعداد این رو داره. تهران شهری هستش که ما برگردیم به گذشته، از تجمعاتی که برای انقلاب مشروطه رخ داد، در 10% جمعیت تهران
در اون اعتراضات خیابانی حضور داشتن، در سفارت، در باغ سفارت انگلیس تحصن کردن. باز مراحل بعدی میام در جنبش ملی شدن نف همینطوره. حتی در سال 1341 در اون میتینگ جبهه ملی از 10% مردم تهران حضور داشتن. باز میام در جریان انقلاب بهمن 57 بعدش همین آخرین شاید حضور میلیونی در تهران حضور بزرگ در جنبش سبز بود. این انتظار هستش که در آینده هم همین گونه بشه، اون موقع ما میتونیم صحبت از انقلاب بکنیم. ولی به هر صورت در این فضای سنگین پلیسی مهم است که فردا نشون بدن همه تلاش‌های حکومت در موعد شکست خورده و جنبش انقلابی ادامه داره. ممنونم از شما علی افشاری، تحلیلگر امور سیاسی اینجا در استودیو. در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل، دیدبان حقوق بشر از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته که هیئت ایرانی را درباره سرکوب معترضان پاسخگو کنند. دیدبان حقوق بشر از اعضای سازمان ملل خواسته حمایت از خانواده‌های کشته شدگان، اعضای جامعه مدنی و همه کسانی را که بهای بسیار سنگینی برای مقاومت در برابر ظلم می‌پردازند در کانون توجه و گفتگوهاشون قرار بدن. از جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران پرسیدم با توجه به گزارش متعدد مبنی بر نقض گسترده حقوق بشر در ایران، او چه اهرم‌هایی داره که بتونه دولت‌ها رو متقاعد کنه درباره روابطشون با تهران تجدید نظر کنن؟ من تحقیق کردم، اتفاقات رو بررسی کردم، شهادت‌ها و شواهد خودم رو ارائه کردم و گزارش دادم که به ویژه از 16 سپتامبر سال گذشته قتل و نقض فاحش حقوق بشر و ناپدید شدن‌های اجباری، شکنجه، کشتار معترضان بیگناه در ایران اتفاق افتاده. و بر اساس شواهدی که داشتم نتیجه گرفتم که جنایات احتمالی علیه بشریت در ایران رخ داده و بنابراین حالا به جامعه بین المللی و به تک تک دولت‌ها بستگی داره که به شواهدی که ارائه دادم نگاه کنن و بر اساس گزارش‌های من تصمیم گیری کنن. الان وقتشه که مراجع ذی‌صلاح قانونی در دنیا جمع بشن و بر اساس گزارش‌های من تصمیم جدی بگیرن. دولت‌ها ارزیابی خودشون رو بر اساس گزارش‌های من انجام میدن و به اون تکیه میکنن. بنابراین من فکر میکنم هر کشوری که تعهدی نسبت به حقوق بشر و حقوق بشر مردم ایران داره با جدیت به آن چیزی که میگم نگاه میکنه. من بر اساس گزارش‌هام و ارزیابیم از 12 ماه گذشته میگم که نقض بسیار جدی حقوق بشر اتفاق افتاده و باید پاسخگویی وجود داشته باشه. باید حاکمیت قانون وجود داشته باشه. باید به حقوق دختران و زنان احترام گذاشته بشه. و اینجاست که من معتقدم سازمان ملل باید از تک تک دولت‌ها بخواد همکاری کنن و رهبران دولت‌ها هم باید با سازمان ملل همکاری کنن. دولت‌ها میتونن با اهرم‌های اجرایی که دارن خواستار پاسخگویی ایران بشن و همچنین خواستار برابری، عدم تبعیض و احقاق حقوق دختران و زنان در ایران. آقای جاوید رحمان همطور به من گفت که با وجود تمام تلاش‌هاش حکومت ایران با او هیچ همکاری نمی‌کنه. I've not been given access since July 2018 when I took over the mandate. از جولای 2018 که گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران شدم، از طرف ایران به من هیچ دسترسی داده نشده. اما با وجود اون من تمام تلاشم رو می کنم که با اونها گفتگو کنم. برای مثال هر زمان که گزارشم رو به شورای حقوق بشر یا مجمع عمومی آماده می کنم، برای نظرات مقامات ایرانی به اونها رجوع می کنم. اونها می تونن از این فرصت استفاده کنن و ارزیابی خودشون رو ارائه بدن و من قطعا به اون توجه خواهم کرد. من باید به کشوری که بخشی از مأموریت منه دسترسی داشته باشم. این در قطعنامه ای نوشته شده که مأموریت منو تعریف کرده و من از مقامات ایرانی میخوام اجازه دسترسی به منو بدن تا بتونم دانش و تجربه دست اول از اون چه در این کشور میگذره داشته باشم. من در گذشته جلساتی با مقامات ایرانی داشتم و باید بگم اونها به بعضی از تماسهای من جواب دادن، ولی نه به همشون. بنابراین گفتگوهایی وجود داره، اما اصلا در سطح رضایت بخشی نیست. من دوست دارم فرصتی داشته باشم که بتونم بسیاری از این مسائل و دغدغه‌هام رو مطرح کنم.
من نگران این هستم که افراد مورد شکنجه قرار میگیرن یا حقوق اساسی اونها رعایت نمیشه و من میخوام برای این افراد چاره ای پیدا کنم. بنابراین من تمام تلاشم رو میکنم تا با اونها ارتباط برقرار کنم، ولی متاسفانه حکومت ایران به من پاسخ نمیده. جاوید رحمان بود، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران. همزمان با اولین سالگرد قتل مهسا امینی، تصاویر دریافتی از ایران نشون میده که جو امنیتی شدیدی در مناطق مختلف کشور حاکمه. من قیافای کهی را میزشون با اتوبوس اومدن اتوبوس سپاهی. با وجود این فضاهای امنیتی در بعضی شهرها، نافرمانی‌های مدنی به ویژه توسط زنان ادامه داره. تصاویری از خیابان انقلاب منتشر شده که نشون میده زنی بدون حجاب اجباری از مقابل نیروهای انتظامی عبور میکنه. تصاویری که مشابه اون در ماه‌های گذشته بارها دیده شده و به نمادی از مقاومت زنان در برابر سبک زندگی اجباری حکومت تبدیل شده. مرسده شاهینکار، معترضی که در اعتراضات بعد از مرگ مهسا امینی بینایی یک چشمش رو با شلیک گلوله از دست داد، با ماست. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. وقتی تصاویری اینچنینی رو میبینید که مطمئنم در ساعتها روزهای پیش رو بیشتر هم خواهد شد، چقدر تحت تاثیر شجاعت زنان ایرانی قرار میگیرید که خود شما هم یکی از اونها بودید؟ درود، خیلی ممنون که من برنامه خوبتون دعوت کردید. راستش رو بخواید، من وقتی که این اعتراضات مدنی رو وقتی میبینم که خانم‌ها همچنان دارن ادامه میدن و به پشتوانه اون آقایون رو میبینم که حمایت میکنن از خانم‌ها، واقعا امیدوار میشم که همچنان این جنبش ادامه داره و خاموش نشده و مثل یه آتش زیر خاکستر میمونه که به وقتش شعله‌ور میشه و با همون شعله هاش میتونه جمهوری اسلامی رو نابود کنه. واقعا من خودم انرژی میگیرم این عکس‌ها رو میبینم و حالا به قول گفتنی این فیلم هایی هستش که با آمران معروف هستش که مردم بحث میکنن، همشون برای من واقعا امیدوار کننده هستش. قطعا اگه من خودم الان داخل حالا تهران اگه بودم، خودم همچین حرکتی رو انجام میدادم مثل قبل، که حالا موقع که میرفتم تو خیابون و از جلوی همین نیروها همیشه من خب بدون حجاب رد میشدم و هر لحظه، یعنی الان من حس اون خانم رو درک میکنم، امکان داره که هر لحظه امکان داره که مثلا با باتون بهت حمله کنن و خب ما خیلی برای من پیش اومده بود که تحقیر میکردن، حرفای زشت بهمون میزدن، ولی ما اهمیتی نمیدادیم و خب کار خودمون رو میکردیم. شما هزینه سنگینی برای مبارزتون هم دادید، یک چشمتون رو. اگر برگردید به اون روزها، یا به قول شما اگر الان تهران بودید، حاضرید دوباره علی‌رغم ریسکی که داشت برای سلامت خودتون همچین کاری بکنید، باز به خیابون برید؟ بله قطعا، چون من حتی بعد اینکه چشمم هم آسیب دیده بودش، حالا اولا که مردم به صورت خودجوش به خیابون ها می اومدن و اصلا نیازی به فراخوان نبود و یا تایمی ساعتی، مردم هر روز می اومدن مثل خود من تو خیابون و من حتی بعد اینکه چشمم هم آسیب دیده بودش، با چشم بند و حتی تایمی که شب می شدش، من به خاطر اینکه نور مغازه ها، نور ماشین ها چشمو خیلی اذیت می کردش، هم چشم بند می زدم، هم مجبور بودم که عینک آفتابی هم بزنم. شرایط خیلی سختی بودش، ولی حضور خودم رو نشون می دادم و اینکه می دیدم مردم هنوز تو خیابون هستن، خیلی انرژی می گرفتم و همچنین وقتی که مردم منو می دیدن، حالا تو اون منطقه بعضی وقت منو می شناختن، خودشونم انرژی می گرفتن و اینکه بهم می گفتن که تو نیا، ما هستیم، خیالت راحت باشه و تمام این حرفا باعث می شدش که آدم امیدوارتر بشه که مردم کلن خیابون خالی نکردن و راهشون رو ادامه می دن برای رسیدن به آزادی. خانم شاهینکار، خیلی خیلی ممنونم از شما. مرسده شاهینکار، معترضی که در اعتراضات بعد از مرگ مهسا امینی یکی از چشماش رو در اثر شلیک گلوله نیروهای امنیتی از دست داد.
در یک سالگی کشته شدن مهسا امینی و سالگرد شروع اعتراضات سراسری در ایران، شماری از زندانیان سیاسی اعلام کردند در همبستگی با خواسته عمومی مردم معترض اعتصاب قضا می‌کنند. در تازه‌ترین مورد، علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه زندانی در اوین، اعلام کردند اعتصاب قضاشون رو تا سالگرد کشته شدن مهسا امینی ادامه میدن. این دو دانشجوی دانشگاه شریف فروردین 1399 بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شدند. روز گذشته هم مصطفی تاج‌زاده، حسین رزاق، سعید مدنی، مهدی محمودیان و محمد نجفی اعلام کرده بودند در اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی اعتصاب قضا می‌کنند. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر اینجا در استودیو با ماست. دیروز هم در مورد بعضی از اونها صحبت کردیم. جالب است که درست در سر سالگرد کشته شدن مهسا امینی، اونایی که در داخل زندان هم هستن با همین اهرم‌های محدودی که دارن سعی می‌کنن یه جوری بالاخره صداشون رو به جهان برسونن. همینطوره، دقیقا. داخل زندان امکانات بسیار کمتر از بیرون زندانه و افرادی که امروز ما میبینیم دست به اعتصاب قضا زدن، یا مثل بهاره هدایت که دو هفته پیش دست به اعتصاب قضا زد و به خاطر در واقع درخواست خانواده های دادخواه اعتصاب قضاش رو شکست، چیزی جز جانشون ندارن که تقدیم این راه بکنن و کسانی هستن که در واقع در سالهای گذشته از جوانیشون، از زندگیشون، از زندگی خانوادگیشون و در واقع آیندهشون، آینده شغلیشون گذاشتن، هزینه های زیادی رو دادن و امروز در شکننده ترین موقعیتی که یک انسان میتونه باشه قرار دارن. مثلا من مثال میزنم براتون، خانم گلرخ ایرایی از سال 88 سالها توی زندان بوده، همسرش در زندان سرطان شدید گرفته، امروز دوباره با حکم زندان مواجهه، خودش چند وقت پیش 7 سال دوباره حکم زندان گرفت. خانم نرگس محمدی همینطور. یعنی افرادی هستن که در واقع هزینه های خیلی زیادی تا به حال دادن. خانم محمدی میدونیم که ضرب و شتمی هم صورت گرفته. بله. چند روز پیش بود فکر میکنم جلوی بهداری زندان اوین ضرب و شتمش کردن. ببینید اینها رو وقتی در کنار در واقع مقاومت، این مقاومت رو در کنار شرایط جامعه ایران که قرار میدیم، یک پیام خیلی روشن برای ما میتونه داشته باشه، اینه که امید و انگیزه به تغییر، امید به فردای روشن چقدر در بین جامعه مدنی ایران، حتی کسانی که چیزهای زیادی رو تا کنون از دست دادن، زیاد هست و بهش پایبند هستن. و همین الان نمونه شو تو مصاحبه قبلی دیدیم دیگه، چششو از دست دادم، میگه اگر در ایران بودم حاضر بودم دوباره همچین کاری. دقیقاً من با کسایی که بازداشت شدن بارها صحبت کردم، با افراد نزدیک بهشون بارها صحبت کردم، کسایی که شکنجه های خیلی شدیدی رو مثل اعدام مصنوعی، مثل در واقع استفاده از یخ برای آزارشون، باتوم، شوکر برقی، همه اینها رو تجربه کردن، ولی کماکان روی این خواستهشون دارن پافشاری میکنن که نه تنها اگر به عقب برگردیم، همین حالا با وجود اینکه با حکومت مواجه هستیم که ماموراش اسلحه رو از رو میبندن برای اینکه مردم رو بترسونن و نیروهای بسیار بسیار زیادی رو گسیل کردن به سوی شهرهای مختلف و دارن سعی میکنن این فضای رعب و وحشت رو ازش استفاده کنن برای اینکه اگر قرار اعتراضی شکل بگیره مانعش بشن. واقعا این امید و این اراده‌ای که مردم ایران دارن بی‌نظیره. خیلی وقتا شده من دوستان کاناداییم بهم میگن که چطوریه که مردم ایران اینقدر پافشاری میکنن. واقعیتش اینه که احساس میکنم، احساس من این هست که راه دیگه‌ای برای مردم وجود نداره. یعنی حکومت اونقدر این پاش رو، چکمه هاش رو در واقع بر گلوی مردم فشار داده، چه در عرصه اقتصادی مردم با مشکلات عدیده معیشتی رو روبرو هستن، چه در عرصه آزادی‌های مدنی و فردی، یعنی وضعیتی رو ایجاد کرده که حتی برای تهیه نون شبشون مردم مجبورن به این فکر کنن که این حکومت باید بره و باید همه تلاشمون رو بکنیم که این حکومت بره. شاید همینه که می‌بینیم چهره‌هایی که الزاماً سیاسی نبودند هم دارن سیاسی‌تر میشن در این مسئله. دقیقاً مثلا در مورد آقایون امیر حسین مرادی و علی یونسی، خب اینا نوجوان‌های 19-20 ساله‌ای بودن که فروردین 1399 بازداشتشون کردن، نخبه‌هایی که المپیادی بودن. کسی که المپیاد واقعا مدال میاره اصلا وقت این رو نداره که وارد فضای سیاست بشه. جمهوری اسلامی با ستم‌های مکرری که بر اینها
اعمال کرده، 2 سال تمام اینها رو در سلول دربسته نگه داشته، با همه اینها فضایی رو ایجاد کرده که افرادی که سیاسی نیستن در واقع رو آوردن به این قضیه، در بین مردم عادی، کسانی که کمتر هزینه داده بودن تا به حال هم همین بوده، نه شرایطی رو ایجاد کردن که نفس کشیدن مردم هم سیاسی شده. و واقعا از این جهت من اگه بخوام دوباره برگردم به بحث امید، امید داشتن به یک آینده روشن تبدیل شده به یک موضوع سیاسی، تبدیل شده به یک فعالیت سیاسی، به یک امر سیاسی که تعهد بهش میتونه هزینه بسیاری داشته باشه، کما اینکه افرادی که الان در زندان هستن و اعتصاب غذا دارن میکنن صرفاً به خاطر اینکه امید دارن به اینکه این کارشون این در سبد اخلاص گذاشتن جونشون براشون هزینه‌های بسیاری رو میتونه داشته باشه. رقیه رضایی از تحریریه ایران وایر، ممنونم از شما. ممنون از شما. رویترز میگه در سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت، جمهوری اسلامی دسترسی به اینترنت رو برای جلوگیری از تکرار اعتراضات سراسری علیه حکومت محدودتر کرده. بنابراین گزارش، وضعیت دسترسی به اینترنت به ویژه در کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان هیچ وقت تا این اندازه بد نبوده. رویترز میگه در سیستان و بلوچستان 1 ساله که حکومت اینترنت رو هر هفته روزهای جمعه در زمان مشخصی قطع میکنه. سانسور اینترنت پارسال 773 میلیون دلار ضرر به اقتصاد ایران وارد کرده. صنم ماهوزی روزنامه‌نگار در لندن با ماست که خود ایشون هم در تهیه این گزارش رویترز نقش داشتن. بیشتر به ما بگید در مورد گزارشتون، تحقیقاتتون چه نشون میده؟ سلام، خیلی ممنونم. بله، ما در این مقاله که نوشتیم به چند تا نکته ما اشاره کردیم. اول اینکه بله، در آستانه سالگرد اعتراضات سراسری سرکوب اینترنت تشدید شده از طرف دولت، به خصوص همونطور که گفتیم در استانهایی که اقلیت‌های قومی و دینی هستن، مثل کردستان، مثل خوزستان و مثل سیستان و بلوچستان، که با متخصصینی که ما صحبت می‌کردیم می‌گفتن این برای اولین باره در تاریخ ایران که هر هفته سر 1 ساعتی در جمعه ها در زاهدان اینترنت قطع میشه. این اتفاق امروز هم در زاهدان افتاد و اینترنت سر ساعت خاصی قطع شد. یه نکته دیگه که میخواستم من بهش اشاره بکنم اینه که تحقیقات ما نشون داد که ایران در رتبه سوم و در کل جهان بعد از هند و اوکراین در تعداد قطعی اینترنت در سال 2022 داشته. سپاسگزارم از شما. صنم ماهوزی روزنامه نگار در لندن با ما. قوه قضاییه ایران گفته جمشید شارمهد شرفند روبوده شده ایرانی آلمانی مسئولیت حمله به حسینیه وصال شیراز رو در سال 87 پذیرفته. پیشتر جمهوری اسلامی آقای شارمهد رو به افساد فلعرض از طریق طراحی اقدامات تروریستی متهم و او رو به اعدام محکوم کرده بود. خانواده شارمهد با رد این اتهامات گفتن فعالیت‌های سیاسی او به حملات داخل ایران ارتباطی نداشته. فعالان حقوق بشر میگن از 3 سال پیش که ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی آقای شارمهد رو از دبی رو بوده و از طریق عمان به ایران بردند، معلوم نیست او تحت چه شرایطی بازجویی و دادگاهی شده. غزاله شارمهد، فرزند جمشید شارمهد، زندانی 2 تا بیعت اینجا در استودیو با ماست. خیلی ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید در حین سفرتون اینجا در واشنگتن دی سی. میدونم که خیلی فعال بودید در این روزها، با مقامات آمریکایی، با رسانه‌های آمریکایی صحبت کردید. چقدر در این تونل تاریک دریچه‌ای از نور و امید می‌بینید؟ من از روز اول که فکر کردم چون میرسام این پدر منو دزدیده و می‌خواد بکشتش، کشته، یعنی امید این که زنده مونه خیلی کم بود، ولی ما با همون امید خیلی کم کارمون رو انجام میدیم، راهمون رو میریم و امیدم هر روز که پدر من هنوز زنده هستش بیشتر و بیشتر میشه. و الان که میبینیم رسانه ها هستن، مردم تو جنبش ها هستن، NGO ها هستن، بالاخره سیاست مدارا دارن با من حرف میزنن اینا، امیدم خب بیشتر میشه. اینجا در واشنگتن دی سی چقدر توفیق داشتید در صحبت با قانونگذاران و مقامات دیگر، مثلا وزارت خارجه، که اونها رو متقاعد بکنید؟ چون خودتون چند روز پیش دیدم در اینستاگرامتون اتفاقا مطلبی گذاشته بودید که هرچند ممکنه بعضی از مقامات آمریکایی نخوان خیلی
پیگیر پرونده پدر شما باشن به این دلیل که میگن شهروند آلمان هست، اما در ایران در دادگاه دولت آمریکا رو هم بخش از پرونده پدر شما میدونن. دقیقاً یعنی تو این چیز بدی که اتفاق افتاده که جمهوری اسلامی اومده باز یه دادگاه، یعنی موقعی که آمریکا داره میاد گروگان‌ها رو آزاد میکنه، این میان دوباره یکی رو میارن جلوی دادگاه و میگن نمیدونم تروریست فلان چیزه، ولی این دفعه تمام دولت آلمان هم بغل بابام توی دادگاه همون اتهاما رو داره بهش میزنن که اول همه آدم میبینه که ببین به شما هم همون اتهاما رو میزنن، دوما نمیتونین پاسکاری بکنین، نمیتونین دیگه بگین که شهروند ما نیستش. ما قبلش با قانون میرفتیم جلو، میگفتیم لونسن لا میگه پدر من آمریکایی هستش و داشتیم از طریق قانون میجنگیدیم. الان داشتیم بهشون نشون میدادیم دیروز که باهاشون صحبت کردم، گفتم ببین فرقی نمیکنه، قانونتون هر چی باشه جمهوری اسلامی پدر ما مثل دولت شما میبینه، یعنی روی این باید حساب بکنین و خود روشون اثر میذاره. و فرقو دیدم، 3 سال بودش که با من صحبت نمیکردن، الان 2 دفعه با من دیدار داشتم، همین الان که دارم از این یعنی از جایی که داشتم میامدم با وزیر خارجه آلمان داشتم صحبت میکردم، یعنی میبینی که اونایی که 3 سال با من نمیخواستن صحبت بکنن الان خودشون دعوت میکنن با من صحبت میکنن و بالاخره راه ها داره یک کمی باز میشه. همچین تصوری دارم، اگر اشتباه میکنم من اصلاح بکنید، که بخش زیادیش به واسطه فعالیت های خود شما باعث شده که این اثر وا کردنی رو که ممکن بود بعضی از مقامات به دنبال پرونده پدر شما باشن، به خصوص در آمریکا، چون همونطور که گفتم مدعی بودن که او شهروند آلمان است، مشکل ما نیست، ربطی به ما نداره، آلمانی ها هم که میدونیم خیلی همراهی و مذاکره نکردن، ولی به نظر میاد این شرایط شما خودتون به شکلی به تنهایی تا اندازه موفق شدید تغییر بدید. آره، چون هر کشوری گروگان‌هاشو میخواد یه جوری از خودش جدا بکنه، یعنی چه شهروند باشی چه نباشی اول بهت میگن سکوت بکن، چون گروگان براشون مشکله. یعنی یه مشکل نه فقط برای اون کشورش، نه برای اون خانواده هستش، یه مشکل سیاسی میشه براشون که میخوان یه جوری اینو بذارن کنار که کارشون رو ادامه بدن، یعنی از روی این فکر دارن میکنن و خانواده ها واقعا باید بجنگن که اون حقشون رو بگیرن. بابا این شهروندتونه که دارن با جونش دارن بازی میکنن به خاطر کارهای سیاسی شما. و حالا در مورد پدر شما، حتی خودش هم با پای خودش نرفته ایران، رو بودنش بردنش به ایران، و باید فکر بکنی که وقتی یکی رو میدزدن میبرن چقدر برای دولت باید مهم تر باشه که اونو اول آزاد بکنن که به جمهوری اسلامی نشون میدن ببین این خط قرمز ماست، آدمایی که اونجا هستن نباید بگیرین، آدمایی که مال ایران هم هستند پاس جای دیگر رو ندارن اونا هم نباید چیز بکنی، ولی دیگه بیای از کشور دیگه کسی رو بدزدی ببری به ما هیچی نگین، هیچ عکس عملی نشون میدین، این بهشون چی داره میگه؟ داره میگه ادامه بده. یه جورای توهین به چند کشور دیگه، یعنی ایالات متحده آمریکا جایی که پدرتون اقامت داشت، آلمان که شهروندشه، امارات متحده عربی که در اون سفر کرد، و عمان که از اونجا پدرتون رو به ایران بردن. ببین میری امارات مثلا چمدونتو گم میکنی، یه ریپورتی هست، یه پلیسی هست، یه چیزی هست، پدرت روبوده میشه، هیچی اصلا صداش در نمیاد، یه ریپورتی، یه چیزی، یه بپرسین، یه حرفی بزنین، انگار نه انگار. و این آدمو هرس میده که ببینی یعنی هیچ اتفاقی نمیفته و آدمای بیشتر دارن میرن اونجا. همین الان که دارن مذاکرات میکنن 3 تا شهروند جدیدو گرفتن از آلمان و یوکی و آمریکا. این چی رو داره نشون میده؟ خیلی کوتاه اگر بگید آخرین باری که باهاش حرف زدید کی بود؟ 2 هفته قبل از این مذاکرات بین آمریکا و ایران بابام تونست بهم اولین بار بعد از 2 سال بهم زنگ بزنه و خب الکی نیستش که اون موقع بودش، یعنی میخواستن نشون بدن که یا این آخرین تلفنه مثل رویدادهای زم که میتونست با نیاز یه بار دیگه حرف بزنه، یا را داره باز میشه که اگه نخواهیم ما بکشینت یه کاری براش بکنیم. بعد به هر دو تا دولت پدر من مسیج دادش که شما کاری باید بکنیم. ممنونم از شما غزاله شارمت، فرزند جمشید شارمت، زندانی دوتابیتی در ایران، اینجا در استودیوی ما در واشنگتن دی سی. مرسی. در 1 سال گذشته بسیاری از ایرانیان در سراسر دنیا از خیابان‌ها و دیوارهای شهر گرفته تا رویدادهای هنری استفاده کردند که بازتاب صدای آزادی‌خواهی معترضان در ایران باشند. حالا فعالان شهر ترونتو هم با نصب تابلوها و بیلبوردهای یاد مهسا ژینا امینی و پیام زن زندگی آزادی رو زنده نگه داشتن. مهسا مرتضوی گزارش میده. چهره مهسا امینی در کنار مجید رضا رهنورد، نیکا شاکرمی و تعدادی از آسیب دیدگان و کشته شدگان خیزش انقلابی مردم ایران اینجا در تورنتو، جای در مرکز شهر که روزانه شاهد تردد هزاران نفر است.
کسانی که شاید تا قبل از انقلاب مهسا ژینا امینی تصویری از وضعیت حقوق بشر در ایران نداشتند، در یک سال گذشته روایت نقض حقوق ایرانیان را به هر روش ممکن از ایرانی کانادایی ها شنیدند. حالا به یک سالگی انقلاب زن زندگی آزادی نزدیک می شویم و فعالان این شهر همچنان تصویر مهسا امینی و پیام زن زندگی آزادی را زنده نگه داشتند. در جای دیگر در مرکز شهر تورنتو هم این بیلبوردها راوی پیام زن زندگی آزادی شدند. بیلبورد هایی که توسط انجمن پزشکان کانادایی ایرانی حامی حقوق بشر در میدان داندست در شهر تورنتو نصب شدند. تصمیم گرفتیم برای سالگرد کشته شدن مهسا امینی و شروع انقلاب زن زندگی آزادی این بیلبورد ها رو در واقع به قصد اطلاع رسانی و به قصد نشون دادن حمایتمون از مردم ایران، اگرچه ما داریم با ویدیو، با پتیشن ها، با فعالیت های حمایتی، وکیل گرفتن برای زندانیا، از این کار داریم کماکان ادامه میدیم، اما بخوایم که نشون هم بدیم بهشون، چون این فعالیت ممکنه دیده نشن. حالا خیابان های شهر تورنتو بار دیگر آماده می شوند تا میزبان قدم های راسخ ایرانیانی باشند که دیگر ادامه حکومت جمهوری اسلامی را نمی پذیرند. ایرانیانی که فریاد آزادی خواهیشان نه تنها بر در و دیوار این شهر نقش بسته، بلکه انعکاسش دنیا را تکان داد. مهسا مرتضوی، تورنتو. ممنون که بیننده ایران اینترنشنال و برنامه 24 هستید. این بخش از برنامه رو با تصاویری زنده از آتش فشان کلاویا در جزیره هاوایی به پایان میبریم.